عشقی که سلطان یمین الدوله محمود را بر ایاز ترک بوده است معروف است و مشهور. آوردند که سخت نیکو صورت نبود، لیکن سبز چهره شیرین بوده است، متناسب اعضا و خوش حرکات و خردمند و آهسته و در آداب مخلوق و پرستی او را عظیم دست داده بوده است و در آن باره از نادرات زمانه خیش بوده است. جملات عجیبیه. آداب مخلوق پرستی من اولین بار دارم میشنم. دقیقا آداب مخلوق پرستی او را عظیم دست داده بوده است. آره. معنیش که مشخصه، یعنی که معنیش میفهمم ولی ترکیب جالب. آره ترکیب جالبی. او را عظیم دست داده. جالبه که سبز رو بوده ترک مثلا مال آره. نواهی. و احتمالا همین شاید خواستنی ترش میکرد. سفید باید باشن. آره دیگه زرد سفید زرد. نباید بگیم آداب مخلوق پرستی او را عظیم دست داده بوده است. چرا؟ همین دیگه. همین خوبا مخلوق پرستی او را. اوکی. نه 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 آداب شرا. مخلوق پرستی او را عظیم دست داده عظیم دست. یعنی خیلی این کاره بود و در آن باره از نادرات زمانه خیش بوده است و این همه اوصاف و این همه اوصاف آن است که عشق را بعث کند و دوستی را برقرار دارد. و سلطان یمین الدوله مردی دیندار و متقی بود و با عشق ایاز بسیار کشتی گرفتی تا از شارع شرع و منهاج حریت قدمی عدول نکرد. شبی در مجلس عشرت بعد از آنکه شراب در او اثر کرده بود و عشق در او عمل نموده، به زلف ایاز نگریست، عنبری دید بر روی ماه غلطان، سنبلی دید بر چهره آفتاب پیچان، حلقه حلقه چون زره، بند بند چون زنجیر، در هر حلقه ای هزار دل، در هر بندی صد هزار جان. عشق عنان خیشتنداری از دست صبر او برو بود و عاشقوار در خود کشید. محتسب آمنا و صدقنا سر از گریبان شعر برآورد و در برابر سلطان یمین الدوله بایستاد و گفت: هان محمود، عشق را با فسق پیامیز و حق را با باطل ممزوج مکن که بدین زلت ولایت عشق بر تو بشورد و چون پدر خیش از بهشت عشق بیفتی و به اناء دنیای فسق درمانی. این اون محمود خوب است که اومده بالای سرش. آره سمع اقبالش در غایت شنوایی بود. این قضیت مسموع افتاد، ترسید که سپاه صبر او با لشکر زلفین ایاز بر نیاید. کارد برکشید و به دست ایاز داد که بگیر و زلفین خیش را ببر. ایاز خدمت کرد و کارد از دست او بستد و گفت: از کجا ببرم؟ گفت: از نیمه. ایاز زلف دوتو کرد و تقدیر بگرفت و فرمان به جای آورد و هر دو سر زلف خیش را پیش محمود نهاد. گویند آن فرمان برداری عشق را سبب دیگر شد. محمود زر و جواهر خواست و افزون از رسم معهود و عادت ایاز را بخشش کرد و از غایت مستی در خواب رفت و چون نسیم سحرگاهی بر او وزید بر تخت پادشاهی از خواب درآمد. آنچه کرده بود یادش آمد، ایاز را بخواند و آن زلفین بریده بدید. سپاه پشیمانی بر دل او تاختن آورد و خمار عربده بر دماغ او مستولی گشت. میخفت و میخواست و از مقربان و مرتبان کس را زهره آن نبود که پرسیدی که سبب چیست. تا آخر کار حاجب علی قریب که حاجب بزرگ او بود روی به عنصری کرد و گفت: پیش سلطان در شو و خیشتن را بدون و مای و طریقی بکن که سلطان خوشتعب گردد. عنصری فرمان حاجب بزرگ به جای آورد و در پیش سلطان شد و خدمت کرد. سلطان یمین الدوله سر برآورد و گفت: ای عنصری، این ساعت از تو می اندیشیدم، می بینی که چه افتاده است ما را؟ در این معنی چیزی بگوی که لائق حال باشد. عنصری خدمت کرد و بر بدیهه گفت: کی عیب سر زلف بت از کاستن است؟
چه جای به غم نشستن و خواستن است، جای طرب و نشاط و می خواستن است، کاراستن سر ز پیراستن است. سلطان یمین‌الدوله محمود را با این دو بیتی به غایت خوش افتاد. بفرمود تا جواهر بیاوردند و سه بار دهان او پر جواهر کرد و مطربان را پیش خواست و آن روز تا به شب بدین دو بیتی شراب خوردند و آن داهیه بدین دو بیتی از پیش او برخاست و عظیم خوش‌طبع گشت و سلام. داهیه یعنی سختی و بلا، کار سخت و دشوار، امر بزرگ. اما بباید دانست که بدیه گفتن رکن اعلاست در شاعری و بر شاعر فریضه است که طبع خیش را به ریاضت بدان درجه رساند که در بدیه معانی انگیزد، که سیم از خزینه به بدیه بیرون آید و پادشاه را حسب حال به طبع آورد. و این همه از بحر مراعات دل مخدوم و طبع ممدوح می باید و شعرا هرچه یافتند از صلات معظم به بدیه و حسب حال یافتند.